وزارت خارجه افغانستان تایید نمود که رئیس جمهور کرزی با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد نگرانی های حکومت افغانستان از جنجال بر سر تأسیسات نظامی در مناطق مرزی با پاکستان نامه فرستاده است. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در جریان نشست خبری هفته‌وارش بیان داشت که ارگ به قصر سفید در مورد تأسیسات نیروهای آمریکایی در نقاط مرزی در خاک افغانستان که بعد از مدت استفاده از سوی نیروهای آمریکایی به نیروهای پاکستانی تسلیم داده شده نامه نوشته است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که بعد از سقوط رژیم طالبان نیروهای آمریکایی در پست‌های نظامی در نوار مرزی ولایات شرقی مستقر بودند، اما بعد از آن پست‌های یاد شده به نظامیان پاکستانی تسلیم گردیده و در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک دروازه نیز از سوی نظامیان پاکستانی ساخته شده است. از رئیس جمهور آمریکا در نامه مذکور خواسته شده تا در حل مشکل به وجود آمده با افغان‌ها کمک کند. مدت کمی پس از سقوط رژیم طالبان از طرف قوای ائتلاف استفاده می شد. پرسنل نظامی قوای ائتلاف، قوای آمریکایی در اونها جابجا بودند و پس از مدت بدون مشورت با دولت افغانستان، بدون عکس موافقت دولت افغانستان، پست‌ها به فوج پاکستان تسلیم داده شده. به می دلیل است که دولت افغانستان خواستار از میان برداشتن تمام این پست‌ها شده، به شمول از بین بردن دروازه سرحدی که فوج پاکستان در احداث او اقدام کرده بودند. با این همه نیویورک تایمز گزارش داده که ده‌ها میلیون دلار طی 10 سال گذشته از سوی اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA بر طبق گفته های مشاورین برحال و پیشین رهبر افغانستان به دفتر ریاست جمهوری افغانستان سرازیر شده است. روزنامه نیویورک تایمز با نشر گزارش از قول خلیل رومان که از سال 2002 میلادی تا 2005 به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور حامد کرزی ایفای وظیفه کرده بود نوشته است که آنان این پول ها را پول ارواح می نامیدند. البته آقای خلیل رومان در آن زمان معاون ریاست دفتر آقای رئیس جمهور بودند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد با پاسخ خبرنگاران گفت از منبعی در گزارش نیویورک تایمز نام گرفتن نشد. از منبعی که در گزارش نیویورک تایمز نام گرفته شده کدام شخص مسئول در ریاست جمهوری افغانستان نبوده و از این بیشتر وی در مورد اطلاع ندارد. اما ریاست جمهوری افغانستان با وجود تماس در مورد و مطبوعات تاکنون چیزی نگفته است. خب ما فکر میکنم همکنون همکاران ما موفق شدند که خود آقای خلیل رومان رئیس انستیتوت بازنگری پالیسی ها را از طریق تلفن با ما به تماس بسازند. آقای رومان سلام و تشکر از وقت شما. آیا آواز برنامه را میشنوین؟ سلام، مثلا شما را مشتاقم. سلام به شما و سلام به آقای رومان بگانتن. تشکر از حضورتان. در آغاز میشه بگویید که انگیزه افشای مسئله و آن هم به نیویورک تایمز در این مقطع زمانی پیش شما چی بوده؟ هفته گذشته خبرنگار نیویورک تایمز پیش ما آمد و پرسید که ما اطلاعات داریم که سیایی تا امروز هم یک مقدار پول را به دفتر رئیس جمهور میده. شما که در اون دوران در دفتر رئیس جمهور بودین چه اطلاعاتی در این مورد دارین؟ من هم گفتم که پولهایی که به دفتر ریاست جمهوری داده میشد یک مقدار پول از ایران بود و گفته میشد یک مقدار پول از طرف ایالات متحده آمریکا هم داده میشه که در اون وقت آدرس مشخص از کدام ارگان مانند CIA و یا ارگان دیگه ایالات متحده آمریکا گرفته نمیشد و همچنان نام اشخاصی که این پول تحویل میدادن و نام اشخاصی که این پول نمیگرفتن افشا نمیشد. آقای رومان شما در صحبتاتون گفتین که خبرنگار نیویورک تایمز پیش شما آمد و این مسئله را پرسان کرد و این مسئله جریان 10 ساله است. شما خودتان که در اون وقت مسئولیت داشتین در برابر این مسئله، چرا این مسئله را در آغاز افشا نکردین و آیا حساب این پول ها را شما دارین؟ پول ها در کجا و توسط کی مصرف شده به نظر شما؟ در مورد که پول که سرش بست میشه که پولای CIA بوده، رئیس جمهور امین چند لحظه پیش تایید کرد که یک مقدار پول را برای مسائل امنیتی و کرای خانه و پرداخت معاشات اینا میگرفتن. با معذرت، رئیس جمهور در کجا تایید کرد که پول از CIA گرفته؟ امروز بر امین لحظه را تلویزیون طلوع تایید کردن. اگر شما تلویزیون شنیده باشید دیده باشید، ولی در او وقت افشا نمی شد. اما پولی که از طریق ایران گرفته می شد تا
صرف مسائل معاشات معینای وزارتخانه ها، معاشات بعضی از کارمندان ریاست جمهوری. شما که آقای رومان با معذرت، شما که با گزارش نیویورک تایمز هم خواندین، آیا تایید میکنین که نزدیکان رهبر افغانستان توسط پولایی که از CIA سرازیر میشده حمایت شدن تا امروز؟ من خدمتتون عرض کردم که او پولی که داده میشد به نام آمریکا داده میشد و هیچ کسی نمیدونست که صرف کدام موارد میشه این پول ها. خب تشکر آقای رومان.